رئیسی جلاد پیش و پس از رسیدن به پست ریاست جمهوری رژیم وعده های زیادی داد از جمله ساخت سالانه یک میلیون مسکن ایجاد سالانه یک میلیون شغل حل مسئله بورس در سه روز کاهش قیمت ها و رساندن تورم به درصد تکرقمی و انواع و اقسام وعده ها. اما پس از سه و نیم سال هیچ کدام از این وعده ها محقق نشد که هیچ بلکه همه شاخص های اقتصادی به قح قرار رفت قیمت طلا رشد 248 درصدی داشت یعنی تقریبا 3.5 برابر گران شد قیمت سکه 296 درصد رشد داشت یعنی نزدیک به 4 برابر افزایش داشت دلار نزدیک به 2.5 برابر گران شد مسکن 2.8 برابر گران شد در اردیبهشت 1404 مسکن در تهران به طور متوسط متر مربعی هزار تومان بود. امروز این رقم به 85 میلیون تومان رسیده است. قیمت گوشت قرمز بیش از 4 و 7 دهم برابر گرانتر شده و به طور میانگین از 138000 تومان به 653000 تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی رشد 373 درصدی. قیمت گوشت مرغ از 38 هزار تومان به نزدیکی 90 هزار تومان رسیده یعنی سه برابر افزایش پیدا کرده است قیمت برنج ایرانی بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده است و از کیلویی 38 هزار تومان به 116 هزار تومان رسیده است با این آمارها مخبر سرپرست ریاست جمهوری رژیم با وقاحت مدعی پایین آمدن تورم است. تورم تولید کننده که با یک بسلا چیز زمانی به مصرف کننده میرسه. ما نقطه به نقطه من در اردی بهشت صد درصد بوده. طول این مدت ما اینو به 23 درصد رسندیم یعنی 80 واحد کاهش دادیم. تورم مصرف کننده هم از 43.9 درصد در, در شهریور 1400 به 31.9 دامه درصد رسید. این مهره رژیم این تناقض بزرگ را توضیح نمی دهد که چطور امکان دارد همه کالاها ها به خصوص کاله های اساسی چندین برابر گران شده اما تورم پایین می آید. مخبر از مهره های خامنه ای در زمینه بیکاری هم گفت ما کاهش نرخ بیکاریم و 8.1 درصد در 402 رسید در بعضی از استانامون 5 -6 درصده در بعضی از استانامون بیکار نداریم گردند دنبال نیروی کار این ادعا هم توسط رسانه های خود رژیم به سخره گرفته شد که انگار این مهره خامنه ای شش کلاس هم سواد ندارد اما موضوع از این قرار است که رژیم دستمزدها را آنقدر برای کارگر و کسانی که جویای کار هستند پایین آورده که بسیاری قید این کارها را میزنند و به دنبال پیدا کردن راهی برای لغم نانی وارد کارهای دیگر میشوند. اما چرا هم خامنه ای و هم بقیه مهرهای وابسته به او تلاش می کنند از دولت رئیسی جلاد یک دولت گل بلبل ارائه بدهند؟ دلیل آن این است که یک سیاست کلی در این رژیم وجود دارد که مشکلات و بدبختی های اقتصادی را گردن هم می تا خودشان را در ببرند. اما در این رژیم سگ زرد برادر شغال است و این رژیم با تمام باندها و دستجاتش قارتگر و نابود کننده اقتصاد کشورمان هستند رای ما سرنگونی رای ما سرنگونی